درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 5 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 15 دی ماه سال 1402 خورشیدی. با کمال تأسف با خبر شدیم که یکی از همکاران پیشکسوت و قدیمی تلویزیون پارس به دود حیات گفت. زنده یاد فریدون دائمی، دوبلور و مجری برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی که زمانی هم در بخش خبر تلویزیون پارس همکاری بسیار نزدیکی داشت، متأسفانه دیگر در بین ما نیست. این ضایعه را از طرف مدیریت و کارکنان تلویزیون پارس به کلیه بازماندگان آن مرحوم تسلیت می‌گوییم. در برابر اقدام 15 کشور جهان غرب، حکومت تهران نیز عکس‌العملی مشابه نشان داد و سفیران یا رؤسای هیئت‌های نمایندگی خود را از این کشورها فراخواند. در این زمینه علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس گفت که اقدام قهرآلود جهان غرب اشتباه بزرگی بود که نشان می‌دهد کتاب آیات شیطانی توطئه است که به وسیله آنها علیه اسلام و جمهوری اسلامی طرح شده است. میرحسین موسوی نخست وزیر رژیم اسلامی اظهار داشت که عمل شتاب زده کشورهای اروپای غربی بیش از آن که به ایران لطمه بزند، منافع خود آنان را به مخاطره می اندازد. توجه شما را به مشروع اخبار این ساعت جلب می کنم. صبح امروز جمعه 15 دی ماه تجمعی در مصلی کرمان برای تشییع قربانیان انفجارهای کرمان برگزار شد و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی با سفر به این شهر در این مراسم شرکت کرد. با وجود اینکه گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت، ابراهیم رئیسی در یک سخنرانی در روز جمعه به طور غیر مستقیم آمریکا را در این زمینه متهم کرد. او مدعی شد که نقشه آمریکایی برای تشکیل یک اسرائیل دیگر در منطقه به دست حاج قاسم براب شد و حاج قاسم زیر میز زد، لذا آمریکا از زائران او کینه به دل دارد. فرمانده سپاه هم در این مراسم گفت انتقام شهیدان قبل از شهادتشان گرفته شده است. حسین سلامی در بخش دیگری از سخنانش ادعا کرد که داعش به عنوان عامل آمریکا و اسرائیل عمل می کند. عبدالله حاج صادقی نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران داعش را دست پرورده آمریکا و اسرائیل خواند و گفت هرگز از موضع خود بر اسرائیل کوتاه نمی آییم، اما انتقام را به موقع و به جا می گیریم و فریب بازی شما را نمی خوریم. غلام حسین غیب پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی گفت داعش که مسئولیت انفجارهای کرمان را بر عهده گرفته دست پرورده آمریکاست و در قد و قواره ای نیست که با آنها پیام بدهیم. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر انفجارهای مرگبار کرمان را به علی خامنه ای و مردم ایران تسلیت گفت و افزود بار دیگر تاکید میکنم که خون آنها هرگز هدر نخواهد رفت. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست خبری با تروریست خواندن حادثه انفجارهای کرمان گفت این حمله همه نشانه‌های حملات گروه حکومت اسلامی داعش را دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای انفجارهای کرمان را به شدیدترین وجه محکوم کرد. بابک یکتاپرست رئیس مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس ایران تازه ترین آمار کشته شدگان انفجارهای کرمان را 89 تن اعلام کرد و گفت یکی از این افراد هم عامل انتحاری بود. خبرگزاری دولتی اسنا به نقل از مشاور امور شاهد و ایثارگران وزیر آموزش و پرورش ایران از کشته شدن 20 دانش آموز در انفجارهای کرمان خبر داده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه 15 دی ماه انفجارهای مرگبار در کرمان را تروریستی و بسیار تکان دهنده خواند و آن را محکوم کرد. او با اشاره به جان باختن ده‌ها تن در این انفجارها گفت ریختن خون ناحق از طرف هر کسی نادرست است. مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش نسبت به افزایش مشکلات و ظلم و فساد در کشور ابراز نگرانی کرد. او با تاکید بر اهمیت عدالت و احترام به حقوق انسانها به همه مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرد که حقوق همه شهروندان ایرانی اعم از مسلمان و غیر مسلمان را رعایت کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه
نسبت به افزایش اعدام‌ها در روزها و هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرد. مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت بهره‌گیری از افراد شایسته فارغ از دین، مذهب، قومیت و جنسیت آنها تأکید کرد و شایسته سالاری را کلید حل بحران‌های کانونی کشور دانست. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن است که نمازگزاران زاهدانی بعد از پایان نماز جمعه و خروج از مصلایان شهر راه پیمای سکوت برگزار کردند. این اقدام نمازگزاران زاهدانی به درخواست مولوی عبدالحمید و همزمان با حضور گسترده ماموران حکومتی در خیابان‌ها و اماکن عمومی شهر زاهدان انجام شد. انجمن قلم آمریکا بازداشت دوباره توماج صالحی، خواننده معترض در ایران، و حکم اخیر صادر شده علیه او را محکوم و اعلام کرد که این اقدام بخشی از سرکوب گسترده‌تر و نگران کننده حق اساسی آزادی بیان در ایران است. در بیانیه این انجمن که روز پنجشنبه منتشر شد آمده که ما محکومیت توماج صالحی را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری وی و رفع تمامی اتهامات علیه او هستیم. انجمن قلم آمریکا اضافه کرد که مقامات ایرانی بارها و بارها ترس شدید خود را از هنرمندان، موسیقیدانان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فیلمسازان و دیگرانی که جرأت می‌کنند عقاید مخالف با سیاست‌های رژیم کانونی را به اشتراک بگذارند نشان دادند. این بزدلی باید متوقف شود. پیشتر وکیل توماج صالحی از محکومیت موکلش به 1 سال حبس و 2 سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش خبر داده است. کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لابان امروز جمعه 15 دی ماه برای رسیدگی به مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. کانال تلگرامی افکار نفت با اعلام این خبر مطالبات کارکنان رسمی نفت را برکناری مدیران نالایق، حذف سقف حقوق و تفکیک اقماری، پرداخت کامل سنوات بازنشستگی مطابق قانون، ادغام نشدن صندوق بازنشستگی صنعت نفت با سایر صندوق‌های ورشکسته و عدت کسورات مازاد مالیات اعلام کرده است. بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، این نهاد 26 تن از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی را برای انتخابات آتی مجلس رد صلاحیت کرده است. هادی طهان نظیف روز پنجشنبه اعلام کرد که این نهاد 52% از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید صلاحیت کرده و مابقی را رد صلاحیت کرده که 26 تن از رد صلاحیت شدگان از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی هستند. سخنگوی شورای نگهبان گفته است که بیش از 11,000 تن تایید صلاحیت شدند که این رقم بیش از 52% است و این عدد 2 برابر دوره گذشته از جهت تعداد است. او مدعی شده که به صورت متوسط به ازای هر کرسی انتخابات مجلس 38 تن می توانند رقابت کنند. به گفته تقنان این میزان نسبت به دوره قبل که 90 تن بود کاهش قابل توجهی داشته است. حکم 72 ضربه شلاق رویا حشمتی که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری صادر شده بود روز 13 دی ماه در اجرای احکام دادسرای ناحیه هفت تهران اجرا شد. حشمتی با بیان اینکه روز 13 دی ماه در تماسی از واحد اجرای احکام برای اجرای حکم 74 ضربه شلاق احضار شد گفته است که همراه با وکیلش به دادسرای ناحیه هفت رفته است. این زن مخالف حجاب اجباری تاکید کرده که از زمان رد شدن از گیت ورودی ساختمان دادسرا حجاب خود را برداشته و در پاسخ به تذکر کارکنان دادسرا که به او گفتند روستاریت را سر کن که درد سر نشود به آنها گفته است که آمده ام بابت همین شلاقم بزنید، سر نمی کنم. بر اساس روایت حشمتی مامور اجرای حکم او را تهدید کرده در صورتی که حجابش را سر نکند ضربات شلاق را محکمتر می زند و برایش پرونده جدیدی به اتهام رعایت نکردن حجاب باز می کند تا باز هم به 74 ضربه شلاق محکوم شود. حشمتی تاکید کرده که در زمان اجرای حکم شلاق خود زیر لب برپاخیز برای زندگی آزادی را خوانده است. رمزان هشمند در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان می‌شود. سرش
شناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. سازمان عفو بین الملل با هشدار درباره احتمال اعدام قریب الوقوع رضا رسایی، جوان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در شهر صحنه، تاکید کرد که مقامات حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رضا رسایی را متوقف کرده و محکومیت او را لغو کنند. این سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که رضا رسایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی کرد و یارسان در ارتباط با خیزش سراسری در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه در خطر اعدام قرار دارد. شعبه دوم دادگاه کیفری 1 استان کرمانشاه روز 20 مهر ماه رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام محکوم کرد. یواب گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که بعد از اتمام جنگ، فلسطینی‌ها اداره مدنی و غیر نظامی نوار غزه را بر عهده خواهند گرفت، در حالی که اسرائیل کنترل امنیتی این منطقه را بر عهده خواهد داشت. این اظهارات واکنش تند وزرای راستگرای کابینه بنیامین نتانیاهو را در پی داشته است. وزیر راستگرای دارایی اسرائیل علیه این طرح موضع گرفت و گفت که این نظر شخصی یواب گالانت است. وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با خبرنگاران گفت بعد از دستیابی به اهداف جنگ، هیچ غیر نظامی اسرائیلی در نوار غزه
حضور نخواهد داشت. یوگالان در مورد اینکه چه کسی امنیت غزه را بعد از جنگ بر عهده خواهد داشت گفت که اسرائیل به حماس دیگر اجازه نمی‌دهد که غزه را کنترل کند و تهدیدی امنیتی برای شهروندانش باشد. به این ترتیب اسرائیل آزادی عمل عملیاتی خود را در غزه حفظ خواهد کرد. یوگالان تصریح کرد که اسرائیل در مرحله سوم نبرد خود با گروه افراطی حماس جنگ در شمال غزه را با شدت کمتری ادامه خواهد داد، اما همچنان بر عملیات تخریب تونل ها، حملات هوایی و زمینی و عملیات ویژه متمرکز خواهد بود. وزیر دفاع اسرائیل تصریح کرد که عملیات در جنوب غزه بر حسب رهبران گروه افراطی حماس و امکان آزادی گروگان ها متمرکز خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا امروز جمعه اعلام کرد که تا 10 میلیون دلار جایزه برای هر گونه اطلاعات منجر به مختل کردن سازوکارهای مالی سازمان حماس اختصاص داده است. آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل و شمار دیگری از کشورها گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. طبق اطلاعیه وزارت امور خارجه این جایزه در قالب برنامه پاداش برای عدالت است و هدف از آن کسب اطلاعات درباره 5 تسهیل کننده مالی حماس به نام‌های عبدالباسط، حمزه الحسن خیر، عامر کمال شریف الشوا، احمد سادو جهلب، ولید محمد مصطفی جدالله و محمد احمد عبدالدایم نصرالله است. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا یادآور می‌شود که هر 5 تن پیشتر از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست معرفی شدند. این بیانیه می‌افزاید که عبدالباسط حمزه الحسن خیر ساکن سودان است و عامر کمال شریف الشوا، احمد سادو جهلب و ولید محمد مصطفی جدالله همگی ساکن ترکیه هستند. رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که هواپیماهای جنگنده اردن به مخفیگاه‌ها و انبارهای متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر وابسته به جمهوری اسلامی در استان سویدا در جنوب سوریه حمله کردند. طبق این گزارش، حمله روز پنجشنبه 14 دی ماه اردن و تشدید مبارزه این کشور با قاچاقچیان مواد مخدر یک ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که ده‌ها فرد مرتبط با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه با اسلحه و مواد منفجره وارد مرز اردن شدند. مقامات اردنی می‌گویند که حزب الله لبنان و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی سوریه در افزایش قاچاق سلاح و مواد مخدر نقش دارند. جمهوری اسلامی و حزب الله این اظهارات را توطئه غرب خواندند و حکومت سوریه هم ارتباط نیروهای امنیتی و نظامی خود را با شبه نظامیان وابسته به ایران رد کرده است. دفتر محمد سودانی نخست وزیر عراق امروز جمعه اعلام کرد که دولت این کشور در حال تشکیل کمیته‌ای برای آماده سازی بستن مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به شکل دائمی است. این اظهارات دفتر سودانی یک روز بعد از آن منتشر شده که یکی از فرماندهان شبه نظامیان عراقی در حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. این حمله خشم گروه‌های متحد با ایران را برانگیخت. آنها خواستار پایان دادن به حضور ائتلاف در عراق هستند. در بیانیه دفتر سودانی آمده که دولت عراق در حال تعیین تاریخ برای آغاز کار کمیته دو جانبه جهت یافتن راه حلی است تا به حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق برای همیشه پایان بدهد. بیان گزارشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در نهایت تعلم و تأثیر با خبر شدیم همکار عزیزمان گوینده پرتوان و خوش صدا فریدون دائمی چشم از جهان فرو بست و ما را تنها گذاشت، ولی صدایش و یادش همیشه با ما خواهد بود. زایه فریدون از دست رفته را به جامعه دوبله ایران، به بازماندگان این رفیق عزیز، به خصوص به فرزندان وی تسلیت میگوییم. میترا و امیر و همایونی، لس آنجلس.
درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه ویست ساید میدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، ویست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در ویست ساید میدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. اوکراین میگوید که روسیه با موشک‌های ساخت کره شمالی به اوکراین حمله کرده است. دستیار رئیس جمهوری اوکراین امروز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیگر هیچ پنهانکاری وجود ندارد. فدراسیون روسیه با هدف آشکار نسل کشی برای اولین بار با موشک‌های دریافتی از کره شمالی به خاک اوکراین حمله کرده است. به گفت روسیه به اوکراینی‌ها با موشک‌های حمله می‌کند که از کشوری گرفته شده که در آن شهروندان در اردوگاه‌های کار اجباری به دلیل داشت تن رادیوی بدون مجوز، حرف زدن با گردشگران و تماشای برنامه‌های تلویزیونی شکنجه می‌شوند. کره شمالی امروز جمعه مرز دریایی خود با همسایه جنوبیش را با آتش توپخانه هدف گرفت. اقدامی که ساعتی بعد کره جنوبی با یک رزمایش و استفاده از مهمات جنگی به آن پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کره شمالی این مرز دریایی مورد مناقشه با سئول را نوشید با 200 گلوله توپ هدف گرفت، اقدامی که باعث شد ساکنان دو جزیره دورافتاده متعلق به کره جنوبی به پناهگاه ها بروند. ارتش کره جنوبی امروز جمعه اعلام کرد که شلیک توپخانه همسایه شمالی این کشور هیچ خسارت مالی و جانی به بار نیاورده، اما این اقدام تحریک‌آمیز تنها به تنش دامن می‌زند و صلح در منطقه را به خطر می‌اندازد. دانشمندان میگویند برای اولین بار بافت مورد استفاده برای پیوند قلب جزئی یک نوزاد در آمریکا همزمان با بزرگ شدن او رشد کرده است.
به گفته پزشکان آمریکایی، دریچه‌ها و رگ‌های قلب یک کودک که 2 سال پیش تنها 18 روز بعد از تولد مورد عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفت، اکنون بزرگ شده است. به این ترتیب این کودک ممکن است برخلاف دیگر کودکانی که نارسایی مشابه دارند، دیگر در طول زندگی خود به عمل‌های جراحی سنگین نیاز نداشته باشند. این کودک اولین فرد در جهان است که مورد عمل جراحی پیوند قلب جزئی قرار گرفت و این اولین بار است که رشد بافت مورد استفاده برای پیوند قلب در انسان گزارش می شود. کارشناسان می گویند که ویروس کرونا از نوامبر سال گذشته تا امسال، یعنی تا یه مدت زمانی نزدیک به 2 ماه، بیش از 10,000 تن را در سراسر ایالات متحده قربانی خود کرده است که باعث شده که مقامات بهداشتی نظارت خود بر بیماری های سگانه تنفسی را افزایش بدهند. همزمان با آغاز سال جدید میلادی، مقامات بهداشتی آمریکا درباره خطر شیوع همزمان بیماری های سگانه تنفسی هشدار می‌دهند. اینها آنفلانزا، کووید 19 و ویروس سنسشیال تنفسی یا RSV است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا افزایش چشمگیر مراجعات اورژانسی به دلیل آنفلانزا و کووید 19 را گزارش داده. موارد ابتلا به RSV هم یک خطر جدی به ویژه برای نوزادان و کهنسالان است. پزشکان میگویند که ایالات متحده شاهد شیوع آنفلانزا و افزایش بستری شدن بیماران بر اثر ابتلا به کرونا است. از ماه نوامبر تا کنون 10,000 تن در سراسر ایالات متحده آمریکا بر اثر کووید جان خود را از دست دادند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه‌نگاری شهرتی. روزگار خوش و برکت آرزو میکنم.